هرچه که به اربعین حسینی علیه السلام نزدیکتر می شویم، تدابیر لازم برای برگزاری این مراسم با شکوه بیش از پیش در دستور کار مقامهای سیاسی، امنیتی و انتظامی عراق قرار میگیرد. در همین راستا استاندار نجف اشرف از آماده شدن طرح امنیتی شهر مقدس نجف ویژه تأمین امنیت زائران حرم امیر علیه السلام و مسیر پیاده روی تا شهر مقدس کربلا خبر داد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. لوی یاسری استاندار نجف اشرف از تدارک یک طرح امنیتی ویژه مراسم زیارت میلیونی اروین حسینی با مشارکت فرماندهی ارتش پلیس و نیروهای مردمی خبر داد وی پس از یک نشست امنیتی با حضور معاون خود و رئیس پلیس و رؤسای دستگاه های امنیتی و نمایندگان نیروهای مردمی و شهرداری شهر مقدس نجف گفت در این نشست موضوع آمادگی مراسم میلیونی اربعین و تأمین امنیت زائران اربعین و موکب های حسینی بررسی شد وی افزود در این نشست موضوع کنترل هوایی مسیر یا حسین یعنی مسیر پیاده روی اربعین از شهر مقدس نجف تا شهر مقدس کربلا از طریق پهپادها و تقویت کار اطلاعاتی و استفاده از شهروندان برای دستیابی به اطلاعات امنیتی به منظور جلوگیری از هرگونه گونه اختلال امنیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت وی ادامه داد اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت روستاها و مناطق همجوار مرزهای اداری استان نجف اشرف به منظور جلوگیری از نفوذ هر موضوع مشکوکی که بخواهد امنیت زائران آن را برهم بزند و همچنین تامین امنیت فرودگاه بین المللی نجف اشرف و تامین امنیت گذرگاه های فرودگاه برای حفظ آرامش کاروان زائران از کشورهای دیگر از جمله مسائل مورد بررسی در نشست بود وی همچنین گفت یک طرح هم ویژه تامین امنیت موکب های حسینی در مسیرهای منتهی به شهر مقدس نجف و شهر مقدس کربلا و همچنین مناطق اطراف استقرار موکب ها به منظور ممانعت از هر خلل امنیتی و تسهیل انتقال کمک های لوجستیک برای موکب ها به منظور ارائه خدمات به زائران وضع شده است. عبدالقنی اسدی رئیس سازمان امنیت ملی عراق نیز روز چهارشنبه از تکمیل آمادگی ها برای مراسم اربعین و برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رو گفت. اسدی در حین بازدید از استانداری دیوانیه در نشستی خبری گفت حفظ امنیت بر عهده همه است و ما در حال حاضر برای برگزاری مراسم اربعین و انتخابات پارلمانی پیش رو که دهم اکتبر برگزار می شود در اوج آمادگی هستیم. زهیر شولن استاندار دیوانی نیز از سفر رئیس دستگاه امنیت ملی عراق به این استان استقبال کرد و گفت این اتفاق به تقویت امنیت در استان منجر می شود.